سلام هموطنای عزیز، هم اکنون از خاوری میدیا ما را بیننده هستید. در هر کجای از این کره خاکی که هستید، امیدوار هستم همیشه صحتمند باشید، خوشحال باشید، ایام به کامتان باشد. دوستایی که در فنلند زندگی میکنن، سویدن، ناروی، شاید در دیگر کشورها هم از این نوع درخت را که من الان به شما نشان میتوم باشد. دوستای نهایت گرامی، یک نوع درخت است که من او را در ترجمه گوگل ترانسلیت به حساب نام فنلندیش را به زبان فارسی ترجمه کردم، درختی صنوبر آمد. دیگه نام از این درخت را به واقعیت من به فارسیش را نمیدانم، ولی چیزی را که در گوگل ترانسلیت آمد درختی صنوبر است و به زبان فنلندیش را هم ما در زیرنویس میکنیم، شما هم میتونین که او را ترجمه بکنین. اما این درخت چی هست؟ این درخت یعنی برگ ها، یک نوع برگ گفته میشه. تقریبا می یک هفته دو هفته میشه که به می اندازه شده. همسایه های ما، یک همسایه از کشور ژاپن داریم و یک مباقی همسایه فنلندی ما، از اینا میچینن تقریبا نیم ساعت تا 45 دقیقه در حدود 300 گرم جوش میتن. بعد از او باز آب از او را میگیرن. یک بسیار چیز خوشمزه میشه. به قول امی همسایه فنلندی ما یا همون ژاپنی ما که بسیار زیاد تعریف کرد که در درون از این بسیار ویتامین های خاص است. چون این چیز را از طبیعت تهیه بکنه، خب بهتر است که از همه فصل استفاده بکنه. و او میگفت که برای معده ما فکر میکنم بسیار خوب هست. پس با ما باشید، ما همون درخت را به شما نشان میتیم و البته اشتباه نکنین، دو سه چهار نوع از این درخت هست، ولی ما کوشش میکنم که با تصویر مشخص نشان بتم که شما هم یک بار امتحان بکنین. با ما باشید. هموطنای عزیز، ببینین این درخت نیست. این درخت شما ببینین که برگ هایش دراز دراز است. او چیز را که ما به شما نشان میدیم یک کمک از لحاظ رنگ هم متفاوت است، یک کمک تیزتر است و اینی را هم داره. اینی هم یک درخت مشابه همی است و اینی ما به حساب دری همی قوزه درخت میگیم، چی میگیم. و اینی هم نیست و ای هم رنگش متفاوت است. اینه ما چون که در تصویر مشخص هست یا نیست دیگه. ای درخت هم نیست. پس او کدام درخت است که میشه از او با یک نه نوشیدنی طبیعی جور کرد و بسیار خوشمزه و همچنان بسیار مفید است؟ اینی درخت است. ببینین، بیار دوربین را نزدیکتر بیار. اینه شما ببینین که اینی رقم برگ میشه، غوزه میشه، من نمیدونم که را ما چی بگویم. اینه شما میبینین، این ازی است. حالا ما اینی اندازه مشخص است در تصویر؟ اینی اندازه چیدیم که تقریبا در حدود 2.5 گرم شاید بیایه، به اندازه 1.5 لیتر بوتل های فانتا یا کوکولا یا آمیانش اگر بگویم که نوشابه، با مو اندازه شاید شوه. پس ما ای را میریم تقریبا بجوشانیم که دقیقا چطور مزه خود بده و به شما نشان میتیم. آ
ایرا آل ما میشوریم. چهل دقیقه جوشیده که هم اکنون آماده است و فراموش نکنین که یک دانه لیمو را شما سه تیکه یا چهار تیکه کرده در درون ای با امو بایش ها برک ها بریزین که خوب جوش بخوره و چشهایی را که مثلا ما از مردم فنلند یعنی مفید باشه را بیاموزیم حتما از طریق صفحه خاوری میدیا با شما شریک میکنم و نگفته نمونه که یک کتاب را هم ما از امسایه های خود دریافت کردیم یک راجع به همین نوشته بود و این سرشار از سه ویتامین است و خیلی چشهای دیگه هم در درون خود داره که برای بدن بسیار مفید است و از این میشه مربا جور کرد نوشیدنی جور کرد و این را میشه بسیار امو رقم داغ نوش جان کرد و همچنان میشه ای را گذاشت که یخ بکنی و یک رقم مربا مانند دیگه هم جور میشه که او را میشه دمو کتاب توضیح داده که با ایسکریم هم میشه نوش جان کرد. نوشیدنی ما آماده شده و یک نکته را فراموش نکنین، آب را که شما جدا کردین در داخل یک جگ یا فارج انداختین، زمانی که سرد شد در حدود اینمی پیاله آب یا جوس سیب یا آب سیب را سر از او بریزین، مخلوط بکنین که بسیار یک مزه متفاوت پیدا میکنه و دیگه بخیر باشین. امیدوار هستم که اونمونطور که پیشتر یادآوری کردم همه ویدیوی ما برای شما مفید واقع شده باشه. روز و روزگارتان خوش، خداحافظتان.